خب میدونید دیگه این هم یکی از فرمانده های اصلی سپاه ساسانی بود دقت بکنید پس فکر نکنید که واقعا مردم شریف ایران اینا رو میدیدن این وحشیگری ها رو میدیدن و دست میکشیدن اون برای چی من کی باید ملاخره پشتیبانی بکنم میبنم به سپاه اسلام میپیوستن این هم دقت بکنید من نمیدونم مردم شریف ایران اولین که اینا رو میدیدن خب شما اگه یه مثال داری این به معنی نیست که همش بد بوده شما ببینید همین به کل داره ما ب... توی هیچ حکومتی ما نداریم خب فکر کنم تقریبا گفت توی هیچ حکومتی نداریم که آدم های فاسد و جنایت کار توش نداشته باشیم تو طول تاریخ خب من حالا نمیگم که مثلا حکومت ساسانیان خیلی خوب بوده ها ممکنه خیلی هم بد بوده من چه میدونم خب فسادشون در چه حدی بوده جرم و جنایتکاریش آدم کششون در چه حدی بوده بی‌عدالتیشون در چه حدی بوده خب من از از تاریخی نمیدونم که بیام اینو بگم ساسانیان چرا خوب بوده چرا بد بوده ولی چیزی که میدونم اینه که از این یه دونه داستان ما نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم آیا این داستان این یا رو استثناء بوده یا این رواج داشته تو الان اومدی یه داستان به ما دادی به این میگن انکتورال اویدنس یعنی از یک نمونه آماری یک میخوای استفاده بکنی که یوری چقدر وضع افتضاح بوده حتی اگه افتضاح هم بوده تو روش نتیجه گیری برای اینکه اینو به ما نشون بدی خوب نیست خیلی بی خود بود این روش نتیجه گیری آه. بعدم اون زمان بفرمین نه،, تنم. نه 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 همین تو, نه. تو بگو اول اوکی okay. میدونی کی کی عضو سپاه همین امیر المومنین بوده کی؟ یکی از اعضاش چمر ابن زل جوشن که پسر علی ها کشت پس بیننده چه همینجوری طبق منطق خودش اوه. یا علی مشکل داشته یا خود دیگه عجب نکته های سنگینی امروز میندید بریم ما فرس خیلی عالی بود خیلی عالی بود دقیقا دقیقا یعنی تو عمر توی توی لشکر عمر آدم های بد نبوده که کار افتضاح کردن که خود, خود شما شیعیان قبول ندارید دقیقا نکته خوبی بود نکته خوب بود ولی حالا یه چیز دیگه اینکه مثلا ایرانیا میگن اینا رو دیدن و برای همین به مسلمان پیوسته پیوستن خب من اول اولا که ما سنده نداریم که مثلا حجم این که چه،, چنگ، چه،, چه مقدار از ایرانیان به مسلمانان ها پیوستن ما سندی برای این نداریم بعد هم اگه اون کسایی که این کار کردن اگه چقدر اسکل بودن خب من حالا اون ارتشیایی که مثلا ممکنه خیانت کردم خاطر منفعت شخصی اونا شاید مثلا از لحاظ خودخواهی خودشون واقعا کارشون منطقی بوده یعنی به نفعشون در ولی مردم عادی خب شما وقتی که یک یک لشکری که شما اصلا نمیدونین اینا کیان این عربا که مردم ایران نمیشناسن یه چیزی یه غوی از وسط صحرا در اومده باشه بعد بیان بگن که خب ما الان نمیدونم این حکومتمون یه سری چیزای راضی نیستیم قمار قماربازی بکنیم ببینیم این آدمایی که اصلا از قسمتی از هیچ امپراتوری نبودن اگه بیان اینجا سقوط کن امپراتوریمون شاید شانسی شانسی همه چی بهتر در اومد یعنی چی شما وقتی یه حد ثباتی هم که داری خیلی قماربازی مزخرفیه که بخوای همه اینا رو سرنگون بکنی که شاید این آدم ها اومدن یعنی ممکنه همه چی اصلا فرو همه چی بریزه به هم یعنی هر کسی همچی فکری داشته واقعا احمق بوده اگه واقعا این اتفاق افتاده حالا به خاطر فساد هم اگه مشکل داشتین فروپاشی لزوما اینجا جواب نمیده مخصوصا اون زمان